مقابل حسینیه ارشاد در شهر در استان خوزستان، شوری که اینجا حاکمه رو نمیتونم براتون توصیف کنم. اینها مردم خونگرم و مهربان خوزستان هست که امروز آمدن تا وعده خود را من سید محمد خاتمی و میر حسین موسوی تازه کنن. هوای خوزستان، هوای اهواز از امروز صبح به شدت گرم شده، اما مردم مهربان خوزستان از ساعت ها پیش اینجا جمع شدن تا ارادت خودشون و محبت خودشون رو به سید محمد خاتمی یک بار دیگه ابراز کنن. من نمیدونم از اینجا با چه جملاتی باید براتون توصیف بکنم این شور و اراده ای رو که اینجا میبینید. برخلاف همه ضد تبلیغ هایی که این چند روزه در استان خوزستان و شهرستان اهواز بر علیه آمدن جناب آقای خاتمی با سخنرانی های ایشون در این شهرستان رواج پیدا کرده بود، اما مردم خوزستان امروز بار دیگر اینجا جمع شدن ثابت کنند که این ضد تبلیغ ها فایده ای نداره و این مردم شور دوم خرداد رو هیچگاه یاد نخواهند برد. من ترجیح میدم کمتر صحبت کنم و با هم دیگه بریم توی جمع این مردم خونگرم و ببینیم که احساسات خودشون رو در مورد این روز و این لحظات چجوری بیان میکنن. واقعا شگفت آور، جمعیت خیلی خوبه، خیلی خوب اومدن، خیلی خوب استقبال شده. فقط امیدواریم که همه همکاری کنن که واقعا خوب برگزار بشه. امیدوارم امید پیروزی هم فاصله رو حفظ کنیم انقدر که مستقیم به سن نزدیک بشن نمیشه. مسئولی را انتخاب کنیم که به مردمش دروغ نگوید، مقابل حسینی ارشاد و این مردمی که صف گوش شدن و به اینجا اومدن تا شعار زنده باد آزادی رو یک بار دیگه سر بدن. در حالی با شما صحبت میکنم که مجوز سخنرانی جناب آقای سید محمد خاتمی در حسینیه ارشاد لغو شده و این مردم از ساعت ها در مقابل اینجا ایستادن. این مردم اومدن اینجا جمع شدن تا بگن علارغم همه این مشکلات باز هم حامی خاتمی خواهند بود. پلاکارد های رو میبینیم در میان مردم که از کشاورز ها و از
اصناف مختلف و اخشار مختلف اومدن اینجا جمع شدن. ما دقایقی دیگه سخنرانی ایشون آغاز خواهد شد. ما میریم بین جمعیت ببینیم مردم چه حرفایی واسه گفتن دارن. با ما باشید. این پرچمای سبز واسه چیه؟ این پرچمای سبز همون چیزایی که در دانشگاه ما رو دارن دستامون باز میکنن. این پرچمای سبز یه موج درست میکنه، یه معنی میده. و معنیش چیه؟ معنیش رو بس ما میگیم. معنیش اینه که ما تسلیم نمیشیم. آقایون این داره رأیتون رأی سفید نیست، باید رأی سبز باشه. فقط موسوی. مسئولی را انتخاب کنیم که به مردمش دروغ نگوید. برادران و خواهران، چقدر فاصله است میان دولتی که با افتخار به خود کفایی گندم میرسد و دولتی که بعد از 3 سال نزدیک 8 میلیون تن گندم وارد می کنند. ما نیازمند مسئولانی هستیم که با تدبیر به همه اینها بنگرند. مردم ما نیاز به صدقه ندارند، نیاز به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار دارند. من به موسوی رأی می دهم چون معتقدم به همه اینها هم مؤمن است هم توانا. 22 خرداد همگی به پای صندوق ها خواهیم رفت و 22 خرداد را خواهیم آورید. 22 خرداد 2 تا 2 خرداد است. همچنان که در 2 خرداد توانستید معجزه حضور را نشان بدهید، به یاری خداوند در 22 خرداد همه با شور و اشتیاق، زن، مرد، پیر، جوان، همه طوایف به پای صندوق ها می رویم و دین خود را به انقلاب و امام و کشور خود ادا می کنیم. فقط 1 نکته می خواهم بگویم. امیدوارم که این آرزوی من برآورده شود. خوزستان در همه عرصه ها پیشتاز بوده است. در عرصه علم، دانش، تقوا، دینداری، در عرصه انقلاب مشروطیت، در عرصه ملی شدن صنعت نفت، در عرصه انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس انتظار دارم که خوزستان در 22 خرداد امسال نیز هم از نظر تعداد شرکت کننده، هم از نظر تعداد رأیی که به موسوی میدهد پیشتاز ایران باشد.